من پری کوتاه غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نلبک چوبی می نوازد آرام آرام. بعد پری کوتاه غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد. شما تنها هم دیگر ملاقات می کردیم؟ ما از دوران بچگی با هم بزرگ شدیم. دوستش داریم؟ گفتند سر عشق مگویید و مشنوید. فکر میکنید کجا رفت؟ مشکل حکایتی است که تقدیر میکنند. بچگی با هم بزرگ شدید، باید دندون کرم خوردای هم دیگر هم بشناسید. باید بگشاییم این راز سر به مهر را که در جای زندگی نشسته. باید برویم این راه های نرفته را. ناممکن را ممکن میدانند. فکر به راهی می رود، زندگی به راهی دیگر. خسرو شکیبایی، پردیس افکاری، فتحعلی اویسی، ژاله اولو، رضا رخشان، آنیک شفرازیان، مرسی کرکیا، مینا لاکانی، سحر فضل‌اللهی، روزبه رضوی، هوشنگ دیباییان در پرواز را به خاطر بسپار. آقا ما از شما کمک خواستیم، شما بیشتر ما رو گرفتار کردید. تمام بازجویی ها، تفتیش ها، تجسس ها از خانواده من و سرهنگ نصیریه. ما الان به جای دیگران به خودمون مشکوکیم. تیرگی تمام زندگی ما رو گرفته. میدونی اینا همه دوستای خاطره هستن، به من پیشنهاد کردن که بیان خدمت شما. برای ما مادر و بچه تفاوت نمی کنه. اینا همه دختره من هستن، همیتو دختر شما. اگر خاطر باز نگردد این بیتابی به جنون خواهد کشید. بادر نیستم لحظه تو چشمش نگاه کنم. خاطره همه انگیزه های زندگیش بود. حالا مثل آدمی بی هدفی شده که شوق زندگی را ازش گرفتن. نصف شب من از خواب بیدار میکنم، اگه گم شده ای خودش نخواهد. در ژرفنای یأس از امید ناگزیریم. اینطور محکم مثل از مادر من دست من بود. وقتی اون شب گم شد این دست ببین دیگه کار نمی کنه، انگار کنده شده از بدن من. نفهمیدم چی شد، یک جور بود که انگار هرگز نمیده. من 10 سال داشتم. وقتی رفت روحی منم با خودش برد. یک بار گفتم توی کافه در تبریز میرفت. لزگی. روحم از درد بسته شده. دیگر نمیدانم به چه فکر کنم. انتظار از درون میگذدم، دلهره بر روحم چنگ میکشد. پرواز را به خاطر بسپار. پرواز را به خاطر بسپار. پرواز را به خاطر بسپار. برنده سیمرغ بلورین برای بهترین فیلم برداری در 11 جشنواره بین المللی فیلم فجر. پرواز را به خاطر بسپار. فیلمی از حمید رخشانی. من
پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد. خاطر جون، خاطر خانم، مبارک باشه، رفتی تو 15 سال خانم، سلام. سلام کریم جون. اینم هدیه من برای تولد. مامانت خوابیده، دیشب تا دیر وقت بیدار بودی، پدر منتظرته، صبحونه‌رم خودش برات میچینه. پاشو عزیزم، پاشو که ایشالا 100 سال زنده باشی. سلام، صبح خوش، بفرمی. تولدت مبارک، خاطر خواهد. مرسی. بیایید. خب، خوب خوابیدی؟ حسابی دخترم؟ خب، تخم مرغ رو برمیداری؟ دوتا ضربه میزنی؟ نمک کم میزنی؟ نمک؟ بسه. به به. سیر شدی بابا؟ آره. دیگه هیچی نمیخوری؟ نه، مرسی. سلام ماما. تولدت مبارک دخترم. مرسی ماما. چرا بیدارم نکردی عزیز دلم؟ گلین جون گفت که شما خسته ای. دوستت دارم، دوستت دارم. چا
جانم عزیزم خودم قربونت برم. خدافز. خدافز. خودتو خسته نکنی یا امشب. الو عزیزم این آویزونش کن. مرسی. الو الو خیلی وقته. نه دیگه خوابم نبرد. ضمن دستبندو بگیر. کیک یادت نره. کادو رو بذار به انتخاب خودم. کیکم سرهنگ قراره بگیره بیاره. چی سرهنگ؟ آخه سرهنگ میخواد راجع به خاطره و محمد رضا میخواد صحبت کنه. خیلی زوده. خود محمد رضا تازه رفته تو 19 سال. چی رو زوده؟ خود من تو همین سن و سال بودم که خر شد. خودتو لوس نکن. دیوونه. 2 6 8 10 بفرمایید خانم. براش مناسبه نه؟ این اولین هدیه بهرام بود. پرستنده ابدی تو ناهی. چقدر خوشحال میشه. سلام عزیزم خسته نباشی. سلام خانم. تولد خاطر خانم مبارک. مرسی. ماشاءالله هزار ماشاءالله مثل قند شده. نگاش که میکنم دلم میلرزه. اون لحباش ماشاءالله خدا بهتون ببخشه. یا علی این همون قسمتی که قبل نبودی. سلام قربان. سلام بده من. بفرمایید همون پرونده است. ببینید بچه‌ها هر چی می‌خواید امروز از من بخواید. همین روز مرخصی. تولد دخترمه. مبارک ان شاء الله قدمش مبارک باشه. خودتون جاشو انتخاب کنین فردا نهار همتون مهمون منی. چقدر خوشحالم. دیدین چقدر زود گذشت. چقدرم خوش. شد 15 سال. اونقدر میترسیدین و دست و دلتون میلرزین. اون شب یادتونه؟ یادتونه تو خواب از تخت افتاد لیوان شکست و بالای گونهش جر خورد شما چی کار کردین؟ نگاه کنی؟ ماشالله خوشگلیشو بیشتر کرده. چه دختری؟ الهی اقبالش به بلندی آفتاب باشه. همه وجودش رو همیشه در خودم
تو سینم حس میکنم عین یه نفس، اون نیمی از منه، انگار من اون با هم زنده ایم، توی بدن زیر یه پوست. اونم همینطور گلین، اگه یه روز از هم بی خبر بشیم میمیریم. خدا اون روزم نیاره، خندشو دوست دارم، اخمشم دوست دارم، بوشو دوست دارم، با شرمش آشنام. وقتی بازی میکنه و خیز عرق برمیگرده، اون رطوبت موهای پشت گردنشو بو میکشم، عین عطره. دهنش بوی دهن بچه شیرخوره رو میده، طعم یه قنچه گل. به خاطر خاطره امسال حنا نبستم، از مدرسه که برگشت میخوام حمومش کنم. همیشه وقتی حنا میبندم به دستام نمیذاره بشورمش. پاشم برم یه کمی اسفند براش دود کنم. ماندانا، یاسی، سلام خاطره کو؟ ما تو سرویس ندیدیمش خانم. یعنی منتظرش هم شدیم ولی نبود. آقای قادری هم خیلی منتظرش شدن. دیر نکنین بچه ها. چشم خانم شرافت، خدا حافظ. بله؟ بهرام، تو فرستادی دنبال خاطره؟ نه، مگه مثل همیشه با سرویس نمیاد؟ چرا؟ ولی سرویس اومد و چهارم پیاده کرد، خاطره نبود. چی؟ شاید با دوستاش رفته باشه جایی. اونم توی همچین روزی؟ اون هیچ وقت بدون اجازه کاری نمیکنه. نگران نباش، پیداش میشه. من الان خودم میرسونم اونجا. عجله کن. الو ناهید، نه نگران نباش، الان پیداش میشه.
نه خاطر شرافت اومده بر نگشته. نبینم والله من فکر کردم که یه نفر جالب تو منو افارق دیه و سورا دیدم که آفات راننده مینی بود. ببین آقا بز گلده سوراقا مننم تو من ده خیال ایلدیم که بو یولو پیاده گدیب دیه و میگم چطور شده که نرسیده خونه نقطه من نبینم. ببین حادث خانم مومنی یا خانم مولایی را آقا بفتی ندارم والله منه بخصر الله آقا من بی خبر گوی نه نه حتما خبرت میکنم بهت احتیاج دارم جایی نری. ببین حادث آقای خانم مولایی رو گفتی که گفتی نداری. مرسی مرسی. بله سرهنگم گلین خانم بفرمایی. بچه ها مواظب باشین میز نخورید شب جمعه ای من حوصله ندارم. جناب سرهنگ و بچه هاشون اومدن خانم. محمد رضا و یاسی اگه بفهمن خیلی ناراحت میشن، به خصوص محمد رضا. محمد رضا اگه بخوای مهندس دخترشو بده باید دست پر باشه. وای خدا غروب شد. نذاری مهمونا بفهمن. خودتو آروم نگه دار، الان پیداش میشه. خب بچه هست، بازی گوشی کردی. تو به همه جو تلفن کردی؟ به همه بیمارستانا، آشنا، دوست، حتی همسایه ها. سهیلا تو مدرسه باهاش بوده، بچه ها اونا رو با هم دیدن. پاشو، بهتر اینقدر به خودت فشار نیاری، الان دیگه مهمونا میرسن. حسه بدی خدا خودش رحم کنه. به دلت بد نیا، نباید دست پاتو گم کنی. ناهید داره دیوونه میشه با اون همه مهمون. محمد رضا و یاسی به مهمونا میرسن، اول از همه باید بریم ستاد منطقه. عکس به اندازه کافی برداشتی؟ آره، اول بریم سراغ آقا بزرگ سرایدار مدرسه شون. اون آدرس عباس راننده سرویس شون بلده. من خودم کرم شهربانی هم آشنا زیاد دارم. میریم ستاد منطقه. اینجا قدقن آقا، ما نیسی، برین آقا، برین، برو. سرهنگ نصیری بر همگی خوش با دلهای شاد، خصوصا برای خاطر جان شما و جناب شرافت. بچه رو ما رو چشم انتظار گذاشتن. این بهرام کو؟ این چه وضعی؟ من نمیفهمم. بهرام بیرون رفته که رفته کیکو بیاره. از عقاب سه به شاهین یکی، شاهین یکی. عقاب سه شنیدم، عقاب سه.
آقا بده اون ظرف آقا بذارش اینجا اون طرف هم خالیه یه چیزی بذارم موقعی که مدرسه تعطیل شد چی؟ اونو دیدی که با کسی یا تنهایی بره و سوار سرویس نشه امروز تو مدرسه موقع اومدن یا رفتن یا زنگ تفریح متوجه حضور اون نشدی؟ نمیدانم آقا ما وقتی میبینیم همه رو میبینیم مدرسه رو چی؟ گشتی؟ آیا به دقت جستجو کردی؟ بله آقا انباری زیرزمین یا امروز همه جا رو گشت این عباس راننده سرویس چه جور آدمیه؟ شوفر دیگه آقا متاسفانه خاطره گم شده خاطره معمولا دخترها با معلماشون خیلی نزدیک و ندارن اگه اینطور باشه از معلمش خانم مولایی میتونیم سر نخی گیر بیاریم اگه اینطور باشه آخر وقت مثل هر روز در طی این چند روز یا چند هفته یا چند ماه اخیر اتومبیل یا فرد مشکوکی رو ندیدید که در اطراف مدرسه ایستاده و چیزی رو زیر نظر داشته باشه؟ نه اصلا آیا شخص یا موضوع خاصی در طی این مدت گذشته توجهتون رو جلب کرده؟ و یا به طور غیر مستقیم به چگونگی چیزی خاص پی نبردید؟ چیزی مثل نگرانی، دلشوره، تشویش و یا استراب در وجودش نبود؟ نخیر، اصلا ببخشید، منظورشون اینه که امروز با روزهای دیگه هیچ فرقی نداشت؟ اون یکی از شاگردای نمونه منه موقع خروج از کلاس یا مدرسه چی؟ چیزی توجهتون رو جلب نکرد؟ هر چیز این خانم مؤمنی مدیر مدرسه فکر میکنه نظرش خبری داشته باشه حس میکنم که دخترمو نمیشناسه انگار سال هاست که ازش دور تا الان حالت مساعد نیست روحیت داغونه با این فکرها کنترلت از دست میدی نه سرهنگ سعی دارم به خودم مسلط باشم رئیس این اداره یکی از افسرهای بالیاقت خودمه هیچ چیز از چشم اون پنهون نمیمونه کارونه این کارو میکنه پس چرا معطلی ازش بخواه رحم نداره، اشکالی نداره، پای همه رو بکشه بسن؟ نه، فقط پیداش کنه خواهش میکنم زنگی، خیلی زود تخصصش تو اینجور کار هست نظرش صائبه، بدخور نداره تو کارش جلاده سرگرد احمد مرامی Thank you.
اون روز من بیدارش کردم، صابونش خورد و رفت مدرسه. روحیش چطور بود؟ خوشحال بود. بعد؟ قبل از اینکه بره مدرسه رفت پیش مادرش. اتفاقا اون روز تنها روزی بود که خانم دیر از خواب بیدار شدم. چرا؟ چون شب قبلش خونه رو آماده میکردی. کیا بودین؟ من و پروین خانم و خانم و آقای شرافت با شوهر من مشعصد. کارش چیه این مشعصد؟ کارهای باغبونی و کمک دست تو خونه. چه مدت برای خانواده شرافت کار میکنید؟ من هنوز عقل رس نبودم، مشعصدم آقا بزرگ آوردم. از چه کسی بیشتر حرف شنوی داشت؟ مادرش. منظورم اینه که چه کسی بیشتر روش تأثیر داشت؟ مادرش. مثل پروانه دور مادرش میچرخید. مادر دختر نبودن، دو تا پرنده بودن، شیدای هم دیگه. آیا کسی بود که دشمنش باشه؟ این حرف چیه؟ غلط نکنم پریزاد، عین گل، خنده از رو نباش نمیافتاد. با کسی؟ منظورم دوستای دخترش نیست، رفت آمد نداشت. خیش مثلا نامه‌ای، دستخطی؟ حتما به شما خیلی اعتماد داشت. داشت، بله. اون خیلی مست بود. میخوام از امروز خیلی حواست جمع باشه. هر چیز غیر عادی رو دیدی یا هر آدم بیگانه ای اونجا رفت آمد کرد، به خاطر بسپاری و به من اطلاع بدی. فرزندان عزیز، من پدر دوست و همکلاس شما خاطره شرافت هستم. ببینید، دیروز خاطره شرافت به خونه نیومد، در واقع گم شده. من همه شما رو به اندازه دختر خودم دوست دارم و به عنوان پدر از همه شما یک خواهش دارم. ببینید، من از شما تمنا میکنم برای پیدا شدن خاطره خواهر خوبتون هر نوع اطلاعاتی که دارید در اختیار مأمورین بگذارید و یا به سوالاتی که ازتون میشه بدون ترس و یا کوچکترین ناراحتی پاسخ بدید. دوستش بودید؟ با کسی ملاقات میکرد؟ نمیدونم. چطور نمیدونید؟ خاطر عادت نداشت برای کسی چیزی تعریف کنه. با خانوادهش آشنا بودید؟ نه خیلی آشنا نبود. شرافت با شما دوست بود؟ بله. از بقیه بیشتر؟ بله. فکر میکنین چه اتفاقی براش افتاده؟ نمیدونم. گولش زدن؟ معلوم نیست. Thank you.
پول یا جواهر یا مثلا انگشتر، دستبند و گردنبند گران قیمت همراه نداشت؟ نه. هیچ در مزیقه نبود. منظورم از لازم مالیه. ابدا. تو خونه ظرف همین چند هفته و یا چند ماه گذشته چیزی گم نشده؟ نه خیر. اختلال روانی نداشت که گاهی بروز کنه؟ به چیزی اعتیاد نداشته؟ این چه حرفیه؟ سیگار. دخترم خوب میشناسم، از من چیزی رو پنهون نمی کرد. ما طبق وظیفه عمل میکنیم، تا کشف هر واقعی به همه کس و همه چیز شک داریم. خاطر معصومتر از اینا بود. ضمناً میخواستم توجه کنید که از این به بعد حواستون کاملا جمع باشه. تقریبا همه، یعنی هر کس با این خانواده به نحوی سرکار داره در میزان اتهامه. شما باید آقا بزرگ سرایدار مدرسه باشید که دیروز بعد از ظهر یکی از شاگردانش به منزل نرسید. بله. به استناد دلایلی که خروج اونو از مدرسه تایید نمی‌کنه، من مجبورم حتی لای تک تک آجرهای این مدرسه رو بدم بازرسی کنم. بله، بله. اینجا به غیر از تو کی زندگی میکنه؟ و تو با چه شخصی و اشخاصی در رفت آمدی؟ چه کسانی معمولا اینجا آمده شد میکنن؟ هشم آقا، هشم. شما آقای شرافت هستیم، پدر اون دختر گم شده، میخواستم گیجم. این خانم دختر شما آقای شرافت؟ بله. آیا دوستی یا آشنایی یا کسی که علاقمند به خط مشی‌های سیاسی باشه نداشته؟ خاطره هنوز به اون حد از رشد فکری نرسیده بود. به همین جهت میپرسم، یا کسی که به دختر شما سخت علاقمند باشه و با مخالفت شما مواجه شده باشه؟ در روابط کاری شما یا بین رقبای حرفه‌ای یا افراد اخراجی، کسی یا کسانی هستند که دشمنی با شما داشته باشن و فکر اخاذی به سرش زده باشه؟ در طول زمانی که این حادثه پیش آمده، تلفن مشکوکی به منزل یا محل کار شما نشده؟ نامه ای؟ چیزی؟ شما از روی مسائل و ملاقات ها سرسری نگذرید. یک سوال دیگه. برگ خروج از کشور براش گرفته بودید؟ بله، ببخشید متوجه نشد. برگ خروج، پاسپورت؟ نه. در اطراف منزل شما اشخاصی اخیراً مشاهده نشده؟ مثلا شبگردها، افغانیها، خلاص افراد مشکوک؟ خانواده شما به جز این بیمه های معمولی آیا بیمه خاصیه؟ نه. چیزی هم به اسم خاطره کرده بودید؟ منظورم ملکی، زمینی، اوراقی و یا خرید سهام به نام او و یا از این قبیل؟ هرچی بود متعلق به هر سه ما بود. آرام باشید. Thank you.
چند وقت یک بار خاطره رو میدیدید؟ من معمولاً هر روز میدیدمش. من خاطره رو بیشتر از خواهرم دوست دارم. عصر روز پنج شنبه کجا بودید؟ تو دانشکده کلاس داشتم. به نظر شما چه اتفاقی ممکنه براش افتاده باشه؟ ها؟ نمیتونم. از کسانی که از نام برده اطلاعی دارند درخواست می شود با تلفن 22-345 شهرستان ساری منزل شمسایی تماس حاصل نمایند. تصویری را که ملاحظه می فرمایید مربوط است به خاطری شرافت 15 ساله که مدت 17 روز است از منزل خارج و تا کنون مراجعت ننموده است. از کسانی که از نام برده اطلاعی دارند تقاضا می گردد با تلفن 82. این افراد اشرار، ولگردا و سارقین مناطق مختلف شهر هستند که شناسایی و دستگیر شدند. لطفاً دقت بفرمایید ظرف چند ماه و یا چند هفته گذشته کدام یک از اینها در اطراف مدرسه دختر خانمتون و یا منزل شما توجهتون رو جلب کردند؟ بیداری و تا بعد از مرگم شاید. جناب سرگرد آماده است قربان. از تلفن جدید فقط برای شماره گرفتن استفاده میشه و از تلفن منزل تنها برای جواب دادن. تلفن قبلی منزل به هیچ ترتیبی نباید اشغال بشه. بگذارید تلفنی که تحت کنترل ماست سریعتر ما رو به نتیجه برسونه. مرسی نمیخورم. میدونین اینا همه دوستای خاطره هستن. به من پیشنهاد کردن که بیان خدمت شما. برای ما مادر و بچه تفاوت نمیکنه. اینا همه دخترای من هستن. همینطور دختر شما خاطر جون. کسی در بزن و خبری بیاره. دارم از پا در میام، مخصوصا توی خونه که سراسرش پر از یاد اونه. زمانی که این خونه در سکوته خاموشیش خفم میکنه. وقتی
وقتی هم صدای زنگ در شنیده میشه قلبم از جا کنده میشه. روز به روز، لحظه به لحظه امیدم کمتر میشه. دیگه تحمل هیچی رو ندارم، هیچی. باید هیچ کس مقصر نیست و فاجعه پیش میاد. طوری شده؟ نه، حقیقتو بگو. برای همه چی خودم آماده کردم. من هیچ وقت دروغ نگفتم. اگه لازم بشه به جای اون بمیرم، میمیرم. بدونین من تا حالا چند تا داغ دیدم او تا دلتون بخواد. این دنیا داره داغ دیدنه. آدم کم کم عادت میکنه دونه دونه عزیزاشو از دست بده. میگن ذکر مصیبت بار مصیبتو کم نمیکنه، اما آدم سبکی. انسی خانم میگفت نوه خون اگه دل شکسته نباشه نوهش سوز نداره. خوب که تو بحرش بری میبینی حرف درستی. درد کشیده حکیمه. آدمیزاد باید بتونه داغ ببینه. تازه به دل من برات شده که اون سالمه. آدم کسی رو که دوست داره براش فرقی نداره که اون کجاست، چه اینجا باشه چه کربلا، تو دل خودش اون دوست داره. من صدای دردای بی صدا رو خوب میشناسم. آخه من صدای شکستن کمر آهامو شنیدم، اما صدای نالش رو نشنیدم. اون موقع نیشابور بودی، پشت قبرستون میشست، سال زلزله. تو اتاق کوچیک خوابیده بودیم. ماه قوس بود و سرد. از سرما زمین ترک برمیداشت که زلزله شروع شد. انگار که همین الان. من همش 5 سال. مادرم مرده بود و آهام میومد کنار ما میخواد. پهلوی من و اصغر که اون موقع 7 ساله بود. تا بیدار شدیم دیدیم تیرای تاق و درها دارن میلرزن. انگار عالم کمپیکون شده بود. آقام فوری پرید و 4 دست و پا عین یه مان رو ما دوتا بچه خیمه زد که یه مرتبه تاق و تیراش اومد پایین رو پشت بابا. من صدای جرقی شنفتم. کمرش شکست. همه چی آروم شد همونطور مونده تا اینکه ما رو از زیر 4 دست و پاش کشیدن بیرون. یه نالم نکرد، فقط یه وری شد با یه کمر شکسته. همونطور موند تا اینکه به همون حال مرد. همیشه فکر میکنم شاید این درد کمر تو گورم باهاش باشه. وقتی خیلی دلم براش میسوخت و بیتابی میکردم میگفت دختر، انسان از باب نسیانه، کارش فراموشی. فراموش کردی؟ نه. بر نمیگرده، گذشته بسته است. چیزی که اتفاق افتاد دیگه تغییر نمیکنه. مرسی. خواهش میکنم.
همینطوره، اما آینده در اختیارمونه. میشه با انتخاب دقیق و مناسب آینده رو ساخت و گذشته رو به دورتر برد. ما همه کار کردیم، پدرش، محمد رضا، من، همه جا سر زدیم. پلیس، زندانها، اردوهای کار، شهرهای دور و نزدیک، آگهی مژدگانی به روزنامه‌ها، تلویزیون، حتی پزشکی قانونی، همه فامیل گوش به زنگن، حتی یه خط تلفن کشیدن که مبادا لحظه ای تلفن اشکال باشه. یه اکیپ مخصوص همین از ساعه دارن جستجو میکنن. بی انصاف نباش، بهرام هم دخترشو دوست داره. خاطره برای ناهید یه دختر نبود، همه چیزش بود، همه چیز. هیچکی حال منو نمیفهمه یا نمیتونه حس کنه. هیچکی مثل من جیگرش نمیسوزه. خاطره نمیتونه مادرش رو تنها بذاره، برای اینکه اونم تمام وجودش ناهیده. سعی کن به یاد نیاری، فراموش کن. نسخه این درد کجاست؟ پیش کیه؟ آیا روی خاک پیدا میشه؟ چاره یک عشق، عشق دیگر است. میگن گاهی هنر این کار رو میکنه. آدم میتونه فکر کنه مثل روزای اول تازه به دنیا اومده. باید فراموش کرد. رای سرگرمیه، مشغول بودنه. خنددار قدیم سرکتاب باز میکردن، آینه میدیدن، فال میگرفتن. خب خرافاتی بودن. دیدیش؟ زنده است، زنده است. باور نمی کنم. میدونم بزنم. چقدر ازشون گرفتی؟ خدا به سر شاهد، خودشان مرحمت کرد. بیا. نمیتونم از این خونه دل بکنم، نه توش دووم بیارم. قرار شد دربارش حرف نزنیم. باید چیزی رو تحمل کنم که هنوز باور نکرد. آقا و خانوم، دختر امو پسر امو هستن. کوچولو که بودن هر دوشونو قلم دوش میکردم و دور باغ میگردوندم، این فرشته های موکل. عجب. دخترشون خاطره چطور بود؟ چشمای من بود آقا، مثل دختر خودم. گاهی شبا تو خواب میبینم که داره سر به سرم میذاره، با هم بازی میکنه. بیدار که میشم تا یادم میفته خاطره گم شده، انگاری با این درفش فرو میکنن توی قلبم. این خونه رو ببینی، قبرستون شده. به نظر تو چه اتفاقی برش افتاده؟ هیچ عقلم نمیرسه آقا. گاهی میگم دزدیدنش،
یا خدای نکرده تصادف کرده یا کشتنش. ممکنه یه نفر گولش زده باشه که با هم فرار کنه؟ نه آقا، شما این بچه رو ندیدی، اهل هیچ فرقه ای نبود. نعز کردم اگه ردش پیدا بشه 40 تا فقیر رو سیر کنم. خدا رو قسم میدم به آبروی محمد رد این بچه پیدا بشه. دعا میکنم چراغ این خونه برگرده. چیکار میکنی آقا؟ عقبه چی داری میگردی؟ یلید یلید. چرا پرده ها رو کشیدی؟ تاریک باشه بیشتر احساس راحتی میکنه. هیچ وقت تاریکی حال کسی رو خوب نکرده. انسان به نور زنده است. نور هوا رو سبکتر میکنه. گریش که میگیره دیگه آروم نمیشه. گریه گاهی اوقات خیلی هم خوبه. اینا نشانه دردها و رنجهای مهار شده در انسانه. نظیر ترس، نگرانی، دلشوره و حتی گاهی خنده های ناکرده. همه ما این نوع هیجانات رو در خودمون محبوس داریم. زمانی که علتی برای بروزش پیدا بشه آشکارش میکنیم. تو خواب مدام ناله میکنه، تشنج میگیردش. یه بار خواب میبینه سوخته، یه بار از بلندی پرت شده، فریاد میکشه و میپره. گاهی فقط زیر لب اسم خاطره رو میاره. خب داره میخوابه، بهتره تنهاش بذاری. قرصشو مرتب بهش بدی. چشم دکتر. به نظرم ببخشید. خیلی ممنون دکتر، حالش چطوره؟ والا حالش بد نیست، نسبتا خوبه. دکتر ممکنه من ببینمش؟ تو خارزاده هم این بیشتر اصلا به من محبت کرده. خواهش میکنم، من فکر میکنم هرچی شما رو کمتر ببینه کمتر یاد اون میفته و این خب به صلاح تا بیدار میشه و چشمش به عکس خاطره میفته منقلب و بدحال میشه. دکتر بهتر نیست عکس رو از جلوی چشم برداریم؟ چه فکر خوبی. بله، وقتی آدم چیزی رو نبینه دیگه تداعی براش پیش نمیاد. بفرمایید. حقیقت اینه که در عالم روان انسان بله هیچ مشخص نیست چی درسته و چی غلط. بله. روح آدم هم بی نهایت لطیفه و هم بیش از حد پیچیده. اگه خدایی نکرده خاطره پیدا نشه ناهید میمیره. الحق عشقی رو که ناهید به خاطره داره بیرون از شهر وصفه. هر کاری لازم باشه براش انجام میدیم. اگه ازش مراقبت دقیق تر به عمل نیاد ناچاریم در بیمارستان بستریش کنیم. نمیدونم، هر طور که خودتون صلاح میدونید. خب هر غیر ممکنی رو براش ممکن میکنیم.
به خاطر 15 سال تولد تو، بهار زندگی مادر، پرستنده ابدی تو، ناهید. گلین خانم. بله آقا. بله. این پاکت ها رو به هیچ کس ندید، به خصوص خانم. بدیم من. حتماً. چشم آقا. زنگ در سوره تلفن هم کم کردی. خیلی خوب. یادتون باشه با ناهید در هیچ موردی حرفی نزنید، از بازجویی‌ها مخصوصاً. هیچ گونه اطلاعاتی رو به خانم نمیدین. فهمیدین؟ چشم آقا. بدش من. بفرمایید. باید برادرت محمد رضا تو خونه باشه. همه جا رو بگردید، از بالای بام تا زیر زمین. خب مثل اینکه خیال نداری حرف بزنی. ببرید هر دوشون. یاسی محمد رضا ما رفته. با کی؟ با برادرش. کی؟ وقتی من 3 سالم تصادف کردم. دلیل ارتباط خانوادگی شما چیه؟ بدرالملوک همسایه دیوار به دیوار خانم شرافت بود. وقتی از دنیا رفت سرهنگ یاسی و محمد رضا رو برداشت و رفتن جای دیگه ای نشستن. سرهنگ بعد از فوت همسرش هیچ وقت به اون خونه قدم نذاشت. چرا؟ چون نمیتونستن بدون هم باشن. چرا محمد رضا رو برای خاطر انتخاب کرده بودن؟ خاطر 2 ساله بود که توی استخ میفته. خب بعد از ظهر مرداد ماهی کم خواب بود. اون موقع محمد رضا 4 سالش بود. با اینکه شنا درست بلد نبود اما خودشو به استخ میزنه و خاطره رو نجات میده. از اون وقت رفته آمده خانوادگی بیشتر میشه و همه میگن مال هم هستن. بس با جرعته. بفرمایید. روز بخیر سرهنگ. یاسی رو میفرستم منزل. ولی متاسفانه فعلا محمد رضا میمونه. شما که این اجازه رو میدید؟ نفهمیدم. با ما هم بله. همونطور که میدونید قربان،
منو در معرض امتحان سختی قرار دادید. ضمناً اغلب دیده شده که بعضی ها به دلایل مختلف خودشون به مغازه خودشون دستبرد میزنن، بعد به ما اطلاع میدن اونجا رو دزد زده. خداحافظ. اون دفتر خاطراتشه؟ بله. چه موقع اینو به شما داد؟ عصر سه‌شنبه، دو روز پیش از سفرش. برای چی؟ بخونم، شعر تازه نوشته بود. اجازه میدین؟ من پری کوچک غمگینی رو میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبی می نوازد آرام آرام. بعد پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد. شما تنها هم دیگر ملاقات می کردین؟ ما از دوران بچگی با هم بزرگ شدیم. دوستش داری؟ فکر می کنید کجا رفته؟ نمیدونم. کرده؟ نه؟ ممکن نیست. کسی گولش زده؟ مثلا؟ غیر ممکنه. غیر از درس خوندن چه کار دیگه میکرد؟ نقاشی، پیانو تمرین میکرد، شنا. پس غرق نشد. تا چه حد با هم نزدیک بودید؟ منظورم صمیمی بود. زیاد. هرگز گفته بود میخواد فرار کنه؟ یادت میگفتی رفتن مادر رو هرگز نمیتونم باور کنم. چه تابستون بدی. دیگه نمیدید و نمیشید. بیهوش کامل. هیچی رو حس نمیکرد. تنها میتونست گاهی وقتا گلین رو صدا کنه. ولی دفن که شد باور کردم. خاک سرده، اما جا و خاکشو میدونم. هر دوشون از دست میدم. اگه خاطره پیدا نشه هر دوشون از دست دادم. بقیده من مادرش بیشتر از این رنج میبره که هیچی در موردش نمیدونم. آدمیزاد تنها از ندونسته هاش نگرانی داره بود. رنج میبره. ای سر بادر نیستم لحظه تو چشمش نگاه کنم. خاطره همه انگیزه های زندگیش بود. حالا مثل آدمی بی هدفی شده که شوق زندگی را ازش گرفتن. نصف شب من از خواب بیدار میکنم که برام اگه گم شده خودش نخواد هرگز بیدارم. گریه کار مردای مسته. بلند شو، همه ی راه های نرفته رو میریم. از میون این عکس ها حتما سرنخی پیدا میشه تا بتونیم خودمون قضیه رو پیگیری کنیم. این کیه؟ فریبره دیگه، پسر خانم کمالی. الان ایران نیست، همون که افکار چپی داشت این الان امریکاست. همه تو جوانیشون افکاری داشتن مثل خود من، اما وقتی ازم سنی گذشت فهمیدم فکر آدم به راهی میره و زندگی به راه دیگه. خاطره مرسومتر از این حرفا بود. ما داریم بد میبینیمش. ناچاریم. ناامید نشو. Thank you.
بله بله ببینم از اینجا به بعد بهتر خودت تنها بری. چرا؟ بذار فقط من مراقبت باشم. آخه برای چی؟ اگه با این حالت عصبانی که الان داری منو کنارت ببینه ممکنه زیاد خوشش نیاد. باز یه دلیلی میاری. اون نراقی که من میشناسم یه وقت ممکنه بهت جواب ناجور بده. خب ببین من که نمیخوام به اون بی احترامی. عزیز من هر کاری میخوای بکن، هر حرفی میخوای بزن، فقط بهتره که من همراه تو نباشم. به نفعت که من باهات نباشم. آخه این آدم ببین یه جور سطحیه، چقره خوشگه. این سرگرد نراقی نمیتونه وقتی پرونده ای رو دست میگیره اجازه نمیده هیچ کس تو کارش دخالت کنه. اونقدر تو کار خودش مصره که حتی به بچه خودش هم رحم نمیکنه. خیلی خوب تو بیا. من اینجا هستم. برو. من اینجا منتظرت میمونم. سلام قربون. سلام. این چه وضعیه سرگرد؟ این چه جور بازیه؟ آقای مهندس میتونم وضعیت شما رو درک کنم. آقا ما از شما کمک خواستیم، شما بیشتر ما رو گرفتار کردید. تمام بازجویی ها، تفتیش ها، تجسس ها از خانواده من و سرهنگ نصیریه. ما الان به جای دیگران به خودمون مشکوکیم. تیرگی تمام زندگی ما رو گرفته، به طوری که ما داریم تو اون غرق میشیم. این چه وضعیه؟ من اصلا نمیفهمم. واقعا عجیبه. آقای مهندس اینقدر پرخاش نکنید. من خودم هم وضعی نظیر شما رو دارم. حالتون رو کاملا درک میکنم. اون تنها گم شده شما نیست دیگه، گم شده خود منم هست. بد جوری دلت شکسته. چی شده دختر؟ گم کرده داری؟ عزیزته؟ مرد نیست، پسرته، دخترته. آسوده گریه کن، دلت باز میشه. فوت شده؟ نمیدونم، فقط میدونم بر نگشته، گم شده، رفته. کجا؟ نمیدونم، نیست، نبود. چند سال داشت دختره؟ 15 سال. درست شبی که جشن تولد 15 سالش بود گم شد. فرار کرده؟ شاید برگرده. خیلی دوستش داشتی؟ زندگیم بود، نفسم بود. این یه قنچه داشت میش گفت، با اون
روح لطیف و معصومش. میفهمم. اسم شما؟ من عادت دارم اسم بدونم. با اسم حرف میزنم. ناهید. یه داستان برات بگم ناهید. مادر من یک زن زیبا، ظریف، سفید، مثل چلوار. یک روس سفید، شیرین بود مثل عسل، نمکین بود مثل ماهی شو، چبک مثل زبان آدمیزاد. مادر بود اما مثل دوشیزه، اینطور محکم مثل اسب. مادر من دست من بود. وقتی اون شب گم شد، این دست ببین دیگه کار نمی کنه. انگار کنده شده از بدن من. نفهمیدم چی شد. یک جور بود که انگار هرگز نبود. من 10 سال داشتم. وقتی رفت روحی منم خودش برد. پدرم اونو خیلی دوست داشت. اون هم زندگیش نابود شد. اما همیشه به یادش زنده بود. آخ جوانی، جوانی، مثلا بعد از رفتن مادرم این آهنگو میشنیدی. اون رو پدرم برای مادرم میگذشت. ما با این موسیقی بزرگ شدیم. وقتی پدرم این موسیقی رو گوش میداد، انگار مادرم رو میدید و باهاش حرف میزد. حتی وقتی از خونه میرفتیم بیرون، این آهنگو میذاشت توی خونه خالی. میگفت روح مادر تو همین خونه است. صدای موسیقی مورد علاقه شو پیشتم. هیچ خبری ازش بهتون نرسید؟ یک بار گفتن توی کافه در تبریز میرخسه. لزگی. ولی حقیقت نبود. من مادرم رو مثل صدای خودم میشناختم. اگه با چشمم میدیدم باور نمیکردم. نجیب بود، معصوم بود، اصلا مثل این که هیچ فرق هیچی نمیخواد. مال دنیا به چشمش نمی اومد. پدرم که فهمید بلا فاصله زندگیشو آتش زد. رفتیم تبریز، تمام و شهر زیر رو پا گذاشتیم. وقتی خوب ناامید شد، یک هفته تمام گریه کرد. میگفت حس میکنم از قلبم خون میچکه. خوابی دیگه صبح بیدر نشد از غصه مو. دکتر بخشایی تلفن. دستور بستری شدنشو دادم. در این مدت که تحت درمانه، مکان زندگیشو تغییر بدید. عکسایی رو که متعلق به خاطر است جمع کنید. روزنامه و تلویزیونم نبینه به نفع میشه. تمام اشیایی رو که به نوعی یادآور اونه از جلوی چشمش دور کنید. در هیچ موردی راجع به خاطره نباید حرف بزنید. زنگ در منزل و تلفنم کم کنید. اینجور صداها در گوش بدجوری جاباز میکنن. شاید به تدریج و البته بسیار کند این خاطره از ذهنش بیرون بره تا فشار اندوهی رو که فعلا از پادرش میاره تقلیل بده. سفر بارش بهتر نیست دکتر؟ چرا؟ اما همونطور که میدونید یاد و خاطره همیشه در ذهن انسان هست. همه جا همراه آدمه. اخص این نوع خاطره ها که مربوط میشه به عزیزان. گاهی آدم زندانی این گونه خاطراته و گاهی خاطره در آدم محبوسه. طفلک حقم داره. میدونید؟ برای بعضی دردها علم طب هنوز درمانی پیدا نکرده. البته اطباء و روانشناسان نظریه‌های ابراز کردن، اما ذهن انسان به وسعت چند برابر منظومه شمسی وقتی تمام راه بسته است. ما هنوز اولین گام‌های شناسایی وقتی تو توی سرازیری یأس افتادی، به هر حال معلوم نیست همه از امید کدومش درسته. اما یک چیز حقیقتش از همه پررنگ‌تره. امید.
چطوره؟ خوبه؟ خیلی محبت کردی سرنگ، کار قشنگی. همونجوری خوبه، خوبه. نه بیار بالا اون طرف رو، رو دیوار. آه همونجا خوبه. من مرزه خب میگرنت در چه حاله؟ مهم نیست. گلین چطوره؟ ای دیگه همه بیتابین برگردی خونه. نیستی خونه خیلی سود و کوره. یه خونه خوب دیدم. جای آرومیه. حتم دارم که میپسندیش. یه جای مجزا برای گلین و مشهست داره. خودت بیا با اساس چیده شده افتتاح. خوش اومدی. بگرد بهرام، بگرد، یه نفس بگرد. همه جا میگردم ناهید، میگردم. اما کجا؟ هر جا، هر جا، هر جا، همه جا. کجا؟ کو، کو، کو. زندگیمو شده ناله فاخته. کو، کو، کو. سر ما که حلوا میپزم، انگار مادرم و آقام جلوم نشستن. حتی صدای سرفه هاشونو میشنوم. روح رفتگان با آدم رفت و آمد دارن. من یاد همه کس و کارامو تو قلبم دارم. Thank you.
هرگز به دنیا نمی اومدیم. این شب آقا تا دم سحر را می رفت و گریه می کرد. اشک مرد زمین و شیار می ده. باید یه سفر برن پابوس امام رضا. زیارت بچه‌شون رو بر می گردونه. زیارت دلشون رو نرم می کنه. تازه ثوابم داره. میگن یه در بهشت از مشهد باز میشه. اینطور که پیش میره بعد از اون تک تک ما باید بریم. به خوابم اومده که اون میاد. روزی بیلون دون نیچی آشا شمیو رو چی مرد سبات قدم مفید فایده است لیشان یخین جهت امکان حرکت را چون در زیر آسمان می گرد همه چیز به طبیعت واقعی خود رو جو می کنه لازم نیست نگران باشد جاده امن و در میان مشکلات پدیدار خواهد شد هیچ نوع حرکت مفید فایده نیست. زنده هست تا خواهد اولون فون باتا باد بلند او را به آسمان برد یا اگر به زیر دریاها رفته زنده هست. برمی گردی؟ خویلم کی؟ شمش رو بگی حقیقت رو بگید آقا، بگید حقیقت رو بگید آقا. شما تخیل خود زلی که جا هست متولد سال از آنها زود از خانه می روند. وقتی خستن وجود شخص نمی شود، اما وقتی رفتن همه چیز دگر کن می شود. بند های بسته باز و بند های باز بسته می گردن. من قبل از کوری کامل مدت‌ها تمرین بیچشمی می‌کردم. حتی گاهی اوقات در نابینایی مطلق می‌نویسم. حس‌های دیگرم همه باز هستند. حالا نشخوار من خاطره‌ها و دیده‌هامه. مطلع شدی چه اتفاقی افتاده آقا؟ کسی رفته؟ عزیزی فوت شده؟ نمی‌دونیم آقا. انسان باید قدر حالش مرغوب باشه تا بی‌واسطه بدون. حالتون خیلی بهتره آقا. جسم من مدت هاست مرده. تنها روحم زنده است و بین این اشیا نفس میکشه و حرکت میکنه. آدمیزاد بهتر علایقش رو بین عزیزان و اشیا قسمت کنه. انسان میراست. یادش رو حفظ کنید. تصویر اونو در ذهن پیدا کنید. تکه های یادش رو مثل یک آینه شکسته به هم متصل کنید. از خاطرها موجود واقعی بیاورید. هنرمند باشید. خلق کنید همچون خداوند.
بیا. من تصمیم خودم رو گرفتم. آنقدر در پی خاطره میگردم تا پیدایش کنم. در انتظارش هستن کار من نیست. زندگی من بسته به وجود اوست. آرزو دارم به زودی بتوانم شما را در سعادتم شریک کنم. دنبال من نگردید. محمد رضا. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد. داریم جنون میگیریم. من اگه سلام، سرگور نراوی هستم. گفتم که اولین زنگو من به صدا در میارم. دلم میخواست با این تلفن میتونستم خیلی خوشحالتون کنم. به هر حال هر کاری ازم ساخته باشه انجام میدم. به شرافتم صحبت. فعلا سرنخای پیدا شده، اما تا نتیجه کامل نمیتونیم چیزی بگیم. شب بخیر. یک کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبی می نوازد آرام آرام. یک کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا می آید.